نارامی ها در پنجشیر و سفرهای رهبران نظامی طالبان به منطقه. سلام دوست های نهایت عزیز، امید که هر کجای دنیا که هستین خوب و سر حال باشین. در این ویدیو در مورد جنگ میان پنجشیر و طالبان که به کجا رسیده است صحبت خواهیم کرد. اگر میخواین از این خبر تکان دهنده آگاه شوین، پس لطف نموده چنل ما را سابسکرایب کرده علامه زنگ را فشار دهید و الا اخیر این ویدیو با ما باشید. جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود میگوید که نیروهای وی در چندین نقطه پنجشیر به افراد گروه طالبان ضربات شدید وارد کرده است. صحبت آقای مسعود سخنگوی این جبهه در صحبت با بی بی سی گفت که در درگیری امروز جمعه 4 جوزا میان نیروهای مقاومت و گروه طالبان در پنجشیر 6 طالب کشته شده است. جبهه مقاومت ملی روز گذشته با بخش خبرنامه‌ای که گفت نیروهای وابسته به این جبهه در نقاط مختلف پنجشیر مانند تاواخ، کرواشی 14 نیروی طالبان را کشته است. این جبهه مقاومت امروز ویدیویی هم از یک کمینهای نیروهای خود را منتشر کرده است که شماری از چیرک‌های این جبهه را به فراز کوههای پنجشیر در کمین مانده است تا به نیروهای طالبان حمله کنند. بی بی سی تلاش کرد تا با تماس با سخنگویان حکومت طالبان واکنش آنها را در مورد وضعیت پنجشیر داشته باشند، اما طالبان پاسخ به درخواست بی بی سی نداده. ولی در روزها و هفته های گذشته حکومت طالبان تاکید داشته است که وضعیت امنیتی در پنجشیر آرام و عادی است و گزارش های منتشر شده مبنی بر وضعیت و آزاد غیر نظامیان را تبلیغات خوانده است. سفرهای پیهم مقام های نظامی و سیاسی طالبان به پنجشیر با آن که حکومت طالبان همواره می گوید که امنیت سراسری را در افغانستان تأمین کرده است و گزارش های درگیری ها در پنجشیر اندراب را کم اهمیت جلوه می دهد. در کمتر از 2 هفته گذشته رهبران حکومت طالبان به ویژه مقام های وزارت دفاع با نوبت به این ولایت که 120 کیلومتری کابل قرار دارد سفر کرده است. در فاصله کمتر از 10 روز رئیس استاد ارتش طالبان به پنجشیر رفته است. بعد از او یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع به پنجشیر رفت و بعد از آن عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر طالبان به پنجشیر رفت و روز گذشته نیز ملا فاضل معاون وزیر دفاع طالبان به این ولایت یعنی پنجشیر سفر کرد. با آنکه جزئیات مشخص از سفرهای این مقامها به پنجشیر نشر نشده است، اما نشان می‌دهد که مقاومت مسلحانه جبهه مقاومت ملی طالبان را نگران کرده است. رسانه‌های آزاد و نهادهای مستقل بین‌المللی دسترسی به پنجشیر ندارند. در هفته‌های گذشته و با اوجگیری در درگیری‌های نیروهای مقاومت و طالبان در عبدالله خیل، آبشار پنجشیر، اسکندر کرمانی گزارشگر بی بی سی جهانی خواست به این ولایت پنجشیر سفر کند، اما اجازه ورود به او داده نشده است. در 9 ماه گذشته که طالبان به قدرت رسیدند، گزارش های زد و خورد ها میان جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و طالبان و همچنان شکنجه و قتل های صحرایی غیر نظامیان از سوی طالبان همواره منتشر شده است.
اغلب این گزارش ها از سوی طالبان تکذیب و پراگنده شده است. جبهات متعدد بر ضد طالبان در ماه‌های گذشته جبهه مختلف ضد طالبان اعلان وجود کردند. از میان آنها جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود که بیشتر در پنجشیر اندراب، ولایت بغلان و تخار فعالیت دارند. جبهه دیگری به نام جبهه آزادگان نیز ایجاد شده است که میگوید فعالیت‌های سیاسی و نظامی در افغانستان دارند. این جبهه مدعی شده است که حمله بر گردهمایی طالبان در مراسم یادبود از کشته شدن ملا منصور رهبر این گروه کار این جبهه یعنی جبهه آزادگان بود. بعدها گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن حمله را به انتشار عکس ها و مهاجم انتحاری به عهده خود گرفتند. خب به هر صورت به آرزوی صلح سرتاسری در افغانستان. جان سپاس از شما دوست های نهایت عزیز که تا این دم همراه من بودید. هر نظریات و هر پیشنهادات که داشتید در کامنت به ما ارسال نموده و ما با جان دل خواهیم پذیرفت. و فراموش نکرده کانال ما را سابسکرایب کنید و علامه زنگ را فشار دهید تا ویدیوها و درودهای دیگر بدرود.